زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت اول اشاره همانطور که نویسنده میگوید نام کتاب زهیر از داستان ال زهیر خورخ لویس برخس اقتباس شده است. برخس این واژه را از واژه از ظاهر عربی اخذ کرده است و در واقع باید نام کتاب در زبان فارسی ظاهر انتخاب میشد اما بار معنایی واژه ظاهر فارسی با واژه از ظاهر عربی بسیار متفاوت است به همین منظور برای حفظ خصوصیت ویژه زهیر آنگونه که در داستان برخس و کویلو آمده است با مشورت نویسنده واژه زهیر برای برگردان فارسی اثر انتخاب شده است در میان شما کیست که صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود که آن 99 را در صحرا وا نگذارد و از پی آن گم شده نرود تا آن را بیابد. انجیل لغا باب پانزده آیه چهار خورخ لوئیس برخس مفهوم زهیر را متعلق به سنت اسلامی می داند و حدس میزند در آغاز صده هجدهم مطرح شده. زهیر به عربی یعنی بیش از حد تابناک، مرئی، حاضر، چیزی که نمیتوان نادیدش گرفت. چیزی یا کسی که وقتی برای اولین بار با آن ارتباط پیدا می کنیم کم کم فکر ما را اشغال می کند. تا جایی که نمی توانیم به چیز دیگری فکر کنیم. این حال را می توان سلامت دانست. یا جنون. فرهنگ نامه پدیده های خارق العاده 1953 من انسانی آزادم نام زن استر بود خبرنگار جنگی تازه از عراق برگشته بود که هر لحظه ممکن بود به آن حمله کنند سی ساله متعهل بدون فرزند. مرد ناشناس بود. تقریبا 23 تا 25 ساله با پوست گندمی و چهره مغولی. آخرین بار هر دو را در کافه در خیابان فوبور سنت اونور دیده بودند. به پلیس اطلاع دادند که آنها را قبلا با هم دیدند. اما هیچ کس نمی دانست چند بار. استر همیشه می گفت آن مرد که نام مستعارش میخائیل بود برای او خیلی مهم است. اما هیچ وقت نگفت به عنوان زن برایش مهم است یا خبرنگار. پلیس بازجویی رسمی را شروع کرد. احتمالاتی مطرح بود. آدم ربایی، اخازی، آدم ربایی منجر به قتل که اصلا هم عجیب نبود. چرا که به خاطر کارش مجبور بود برای کسب اطلاعات مدام با افراد مرتبط با محافل تروریستی در تماس باشد. وقتی حسابهای های بانکیش را بررسی کردند، متوجه شدند در هفته های پیش از مفقود شدن پرداخت های منظمی داشته. گاه های پلیس فکر کردند شاید این پرداختها نشان دهنده هزینه دریافت اطلاعات باشد. هیچ لباسی با خودش نبرده بود. اما عجیبان بود که گذرنامهش را پیدا نکردند. مرد ناشناس، بسیار جوان بدون سابقه ای در اداره پلیس، بدون هیچ ردی که بتوان به هویتش پی برد زن استر برنده دو جایزه بین خبرنگاری سی ساله متأهل همسر من بلافاصله به من مشکوک شدند و توقیفم کردند چرا که نتوانستم بگویم روز مفقود شدن زنم کجا بودم اما زندانبان همین حالا در را باز کرد و گفت انسانی آزادم چرا آزادم زیرا این روزها همه چیز را درباره همه کس میدانند کافیس بخواهند تا اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد کجا از کارت اعتباریت استفاده کرده ای؟ پاتوقت کجاست؟ با کی معاشرت میکنی؟ در مورد من قضیه ساده بود. زن خبرنگاری از دوستان همسرم که مطلقه بود و بی مشکل میتوانست ادعا کند با من بوده همین که از توقیفم با خبر شد قدم جلو گذاشت و به نفع من شهادت داد. دلایل محکمی عرضه کرد که در روز و شب ناپدید شدن استر با او بودم. باید با سرباز را صحبت کنم. وسایلم را به من پس می دهد. عذر می خواهد و اعلام می کند توقیف فوری من مطابق قانون انجام شده و نمی توانم بر علیه دولت اقامه دعوا یا شکایت کنم. می گویم اصلا قصد این کار را ندارم. میدانم هر کسی همیشه مزنون و 24 ساعت زیر نظر است. حتی اگر خلافی نکرده باشد. میگوید آزادی. جمله زندانبان را تکرار می کند. می پرسم مبادا واقعا اتفاقی برای همسرم افتاده باشد. قبلا به من گفته به خاطر شبکه ارتباطی وسیعش با دنیای تروریست گاهی احساس می کند از دور تعقیبش می کند. بازرس موضوع را عوض می کند. هرچه هم که اصرار می کنم چیزی نمی گوید. میپرسم همسرم میتواند با گذرنامهاش سفر کند میگوید بله مجرم که نیست مانعی ندارد که آزادانه به کشورهای دیگر رفت آمد کند. یعنی ممکنه دیگه تو فرانسه نباشه؟ فکر میکنین ممکنه به خاطر رابطتون با یک زن دیگه ترکتون کرده باشه؟ جواب میدهم. براش مهم نیست. بازرس لحظه جدی میشود و میگوید به خاطر اقدامات ضروری مرسوم ناچار شدند مرا توقیف کنند. اما از ناپدید شدن همسرم خیلی متاسف است. میگوید خودش هم زن و بچه دارد. البته از کتاب من خوشش نمی آید. پس مرا می شناسد. آن قطرها هم که به نظر می رسد احمق نیست. اما می تواند خودش را بگذارد جای من. میداند تحمل این اتفاق ناخوشایند خیلی سخت است. میپرسم حالا باید چه کار کنم؟ کارت ویزیتش را به من می دهد و می گوید اگر خبری گرفتم به او اطلاع بدهم. در همه فیلم ها این صحنه را دیدم. راضی نمی شود. بازرس همیشه بیشتر از آن می دانند که می گوید. میپرسد تا حالا اون مرد رو دیدی منظورش مردی است که آخرین بار استر را با او دیدند جواب میدهم اسم مستعارش را میدانم اما شخصا هیچ وقت او را ندیدم میپرسد تو زندگی مشترکتون مشکلی نداشتی؟ میگویم ده سال بیشتر با هم زندگی کرده ایم و مثل همه زن و شوهرها مشکلاتی هم داشته ایم. نه بیشتر و نه کمتر. با ظرافت میپرسد اخیرا صحبت طلاق بین شما مطرح نشده؟ همسرتون نمیخواسته از شما جدا بشه؟ جواب می دهم این فرض هیچ وقت مطرح نبوده. اما و تکرار می کنم مثل همه زن و شوهرها گاهی صحبتش پیش می آمده. اغلب یا گاهی اصرار می کنم. گاهی. با ظرافت بیشتری میپرسد، پرسد ممکنه همسرتون به رابطه عاشقانه شما با دوستش پی برده باشه؟ میگویم این اولین و آخرین بار بود که با هم رابطه داشتیم. رابطه عاشقانه ای در کار نبوده. در واقع این اتفاق بیشتر به خاطر آن پیش آمد که حوصله سر رفته بود. روز کسل کننده ای بود. بعد از نهار کاری نداشتیم. اقواگری همیشه آدم را به زندگی علاقه مند می کند. و برای همین کارمان به آنجا کشید. کارتون به اونجا کشید دلیلش هم فقط این بود که روز کسل کننده ای بود؟ به فکرم میرسد بگویم معمولا در بازجویی از این جور سوال ها نمی پرسند. اما باید با او همکاری کنم. شاید بعدها به کمکش احتیاج پیدا کنم. بانک مساعدت این مؤسسه نامرئی همیشه به دردم خورده است. گاهی اینطوری میشه. کار مهمی ندارم. زنا دنبال احساسات هستن و من دنبال ماجرا. همین. روز بعد هر دو وانمود میکنیم هیچ اتفاقی نیفتاده و زندگی ادامه پیدا می کند. تشکر می کند و دستش را به طرفم میگیرد و میگوید در دنیای او این رفتار را اصلا مناسب نمی داند. آدم کسل می شود. حسلش سر می رود. حتی میل به رابطه پیدا می کند. اما خیشتنداری می کند. هیچ کس هر کاری را نمی کند که به فکرش می رسد یا دلش میخواهد. و ادامه می دهد، شاید هنرمندها آزادترند. میگویم دنیایش را می شناسم اما الان حسلش را ندارم که عقاید اجتماعی و انسانیمان را با هم مقایسه کنم. ساکت می مانم و حواسم را، متوجه قدم بعدیش میکنه میگوید صحبت از آزادی شد میتونین برین کمی معیوز شده که این نویسنده حاضر نیست با او که پلیس است بحث کند حالا که شخصا باهاتون آشنا شدم کتاباتون رو میخونم قبلا میگفت از کتابهایم خوشش نمیآید حالا معلوم می شود هیچ کدام را نخوانده. اولین و آخرین بار نیست که این جمله را می شنوم. دست کم این ماجرا باعث می شود یک نفر به خواننده هایم اضافه بشود. خداحافظی می کنم و می روم. آزادم. از زندان می آیم. همسرم به شکل مرموزی ناپدید شده. زمانبندی کاری خاصی ندارم. به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنم. ثروتمندم مشهورم و اگر واقعا استر ترکم کرده باشد خیلی زود کس دیگری را می گذارم جایش. آزاد و مستقلم. اما آزادی چیست؟ بیشتر عمرم برده یه چیزی بودم. پس باید معنی این کلمه را بدانم. از بچگی برای آزادی جنگیدم مهمترین گنجم بوده. با پدر و مادرم جنگیدم که میخواستند مهندس بشوم ننویسنده. با دوستهایم در مدرسه جنگیدم که خیلی زود تصمیم گرفتند مرا قربانی شوخی های اشان کنند. باید از بینی من و آنها خون زیادی میریخت. باید شبهای زیادی زخمهایم را از مادرم پنهان میکردم. چرا که خودم باید مشکلم را حل میکردم نه او. تا نشان بدهم که میتوانم بدون گریه کتک بخورم. جنگیدم تا برای گذران زندگی کاری پیدا کنم. در یک آهن فروشی پادو شدم تا از اخازی سنتی خانوادم رها شوم. اگه این کار رو بکنی، اگه اون کار رو بکنی، بهت پول میدی. جنگیدم برای دختری که در جوانی دوستش داشتم و دوستم داشت. هرچند بی نتیجه. او سرانجام ترکم کرد. پدر مادرش معتقد بودند من آینده ای ندارم. با فضای بسته خبرنگاری مبارزه کردم. خبرنگاری شد شغل بعدیم. اولین رئیسم سه ساعت معطل نگه هم داشت. مجبور شدم برای جلب توجهش کتابی را که میخواند از دستش بگیرم و پاره کنم. با تعجب نگاهم کرد. در من کسی را دید که می توانست با دشمن روبرو رو شود و مقاومت کند. که از خصوصیات لازم برای یک خبرنگار خوب بود. برای آرمان سوسیالیسم جنگیدم و کارم به زندان کشید. بیرون آمدم و به مبارزه ادامه دادم و احساس کردم قهرمان طبقه کارگرم. تا اینکه موسیقی بیتل ها را شنیدم و به این نتیجه رسیدم که طرفداری از موسیقی راک خیلی جالب تر از طرفداری از مارکس است. برای عشق زن اول، دوم و سومم جنگیدم. جنگیدم تا شجاعت پیدا کردم از همسر اول و دوم و سومم جدا بشوم چرا که عشقمان به هم دوام نیافته بود و باید پیش میرفتم تا کسی را بیابم که برای دیدار با من به دنیا آمده بود و او هیچ کدام از این سه نفر نبود جنگیدم تا شجاعت یافتم و حرفه خبرنگاری را کنار گذاشتم خواستم بروم دنبال ماجرای نوشتن کتاب هرچند می دانستم در کشور من کسی نمیتواند با ادبیات امرار معاش کند بعد از یک سال بعد از نوشتن بیشتر از هزار صفحه دست از کار کشیدم هزار صفحه که به نظرم خارق العاده می آمد چرا که حتی خودم هم نمی فهمیدم چه نوشتم در حین مبارزه کسانی را میدیدم که به نام آزادی حرف می زدند و هرچه بیشتر از این تنها حق انسان دفاع می کردند بیشتر برده خاست اجدادشان به نظر می رسیدند برده ازدواجی که در آن عهد می کردند تا پایان عمر کنار شخص دیگری بمانند. برده عدالت، رژیم های اجتماعی، پروژه های نیمه تمام، عشق که در آن نمی توانستند بگویند نه. برده تعطیلات آخر هفته که مجبور بودند با کسانی غذا بخورند که دوست نداشتند. برده تجمل، برده ظاهر متجمل برده ظاهر ظاهر متجمل برده زندگی که خودشان انتخاب نکرده بودند و اما تصمیم گرفته بودند با آن بسازند چرا که کسی به آنها القا کرده بود این به نفعشان است و بدین ترتیب روزها و شبهای یک نواختشان را می گذارندند. در زندگی که در آن ماجراجویی فقط مال کتاب بود یا فیلم تلویزیونی که همیشه روشن بود و هرگاه در تازهی به رویشان گوشوده می شد برایم جالب نیست. مایل نیستم. از کجا میدانستند جالب نیست یا دلشان نمیخواهد مگر تا به حال تجربهش کرده بودند اما پرسیدن فایده ای نداشت در حقیقت می از هر تغییری که ممکن بود دنیای معنوسشان را بلرزاند بازرس گفت آزادم. حالا آزادم. در زنجیر هم آزاد بودم. چرا که هنوز برای من آزادی مهمترین چیز دنیاست. البته این باعث شد باده های را به چشم که دوست نداشتم. کارهایی بکنم که نباید می کردم. و دیگر تکرار نکردم. داغ زخم های بسیاری بر جسم و جانم بماند. بعضی ها را برنجانم. هرچند بعدها پوزش خواستم. چرا که پی بردم اجازه همه کار دارم جزان که کسی را وادار به پیروی از جنون و آتش زندگی خودم بکنم. از رنج هایم پشیمان نیستم. داغ زخم هایم را مثل مدال حمل می کنم. میدانم بهای آزادی سنگین است. به سنگینی بهای بردگی. تنها فرقش این است که این بها را با لذت و لبخند میپردازی هرچند لبخندی آمیخته به اشک. اداره پلیس را ترک می کنم. روز قشنگی است. یک شنبه آفتابی که کاملا با وضع ذهنی من سازگار است. وکیلم با چند جمله تسلا بخش و یک دست گل بیرون منتظرم است. میگوید به تمام بیمارستانها و سردخانه ها تلفن زده. همان کارهایی که وقتی کسی دیر به خانه می آید می کنند. اما اثری از استر پیدا نکرده. میگوید نگذاشته خبرنگارها از محل توقیفم با خبر بشوند. میگوید باید با هم صحبت کنیم، تا برای اتهامات احتمالی آینده یک برنامه دفاعی قضایی تهیه کنید. از توجهش تشکر می کنم. میدانم اصلا نمیخواهد برنامه بریزد. فقط میخواهد تنهایم نگذارد. چرا که نمیداند واکنشم چیست؟ با خود میگوید مبادا مست کند و دوباره دستگیرش کند. مبادا رسوایی به پا کند مبادا دست به خودکشی بزند جواب می دهم که خیلی کار دارم در ضمن هر دومان می دانیم که با قانون هیچ مشکلی نداری اصرار می کنم اما تمام راه ها را به رویش می بندم هرچه باشد انسانی آزادم آزادی آزادم تا به شکل نکبت باری تنها باشم. با تاکسی به مرکز پاریس می روم. از راننده می خواهم کنار تاق پیروزی بایستد بولوار شانزلیزه را به طرف هتل بریستول در پیش می گیرم. هر وقت استر یا من از خارج برمیگردیم با هم به آنجا می رویم و شکلات داغ می نوشیم. برای من مثل یک آین بازگشت به خانه است. شیرجهی در عشقی که ما را به هم پیوسته نگه می هرچند زندگی همیشه ما را در راه های متفاوتی پیش می راند. همچنان راه می رون. مردم لبخند می زنند. بچه ها به خاطر این ساعت های کوتاه بهاری در وسط زمستان شادند. ترافیک سنگین نیست. انگار همه چیز رو به راه است. فقط هیچ کدام از اینها نمیدانند یا وانمود می کنند نمیدانند. یا خیلی ساده برایشان مهم نیست که من همسرم را گم کردم مگر نمیدانند چه رنجی میکشم همه باید احساس غم و همدردی کنند باید دل بسوزانند به حال این مرد که عشق دلش را خونین کرده اما همینطور میخندند و در زندگی های کوچک و نکبت بارشان بوته میزنند زندگی که فقط در تعطیلات آخر هفته ظاهر می شود چه فکر قبلانه روح بسیاری از این آدمها از هم پاشیده و من خبر ندارم خبر ندارم چرا یا چگونه رنج می به کافه باری می روم تا سیگار بخرم. فروشنده به انگلیسی جوابم را می دهد. به داروخانه می روم تا آدامس نعنایی مورد علاقه را بخرم. فروشنده به انگلیسی با من حرف می زند. من هر دو دفعه به فرانسه جواب دادم. پیش از رسیدن به هتل دو جوان تازه وارد از تولوز جلویم را می گیرند و نشانی جایی را می پرسند. از چند نفر پرسیدند اما هیچ کس حرفشان را نفهمیده. چه شده؟ در این 24 ساعتی که در زندان بودم زبان رسمی شانزلیزه را عوض کردند؟ توریسم و پول معجزه می کند. اما چطور قبلا نفهمیدم ظاهرا من و استر مدت هاست این شکلات داغ را نخورده هر هرچند در این مدت هر کدام بارها و بارها به خارج رفته ایم و برگشته ایم. همیشه کار مهمتری در میان بوده. همیشه تعهد اجتناب ناپذیری در کار بوده. بله عشق من دفعه بعد شکلات داغمان را میخوریم. زود بر می گردیم. که امروز مصاحبه خیلی مهم می دارم و نمیتوانم در فرودگاه بیایم دنبالت. بهتر از تاکسی بگیری. تلفن همراه هم در دسترس است. اگر مشکلی پیش آمد با من تماس بگیر. اگر هم نشد شب در خانه هم دیگر را می بینیم. تلفن همراه تلفن را از جیبم بیرون می آورم و روشن می کنم. چند بار زنگ می زند. با هر صدای زنگ قلبم تکانی می خورد. در صفحه نشانگر کوچک نام کسانی را می بینم که سعی دارند با من تماس بگیرند. به هیچ کدام جواب نمیدهم کاش در این صفحه کوچک شماره تلفن کسی بدون اسم تماس گیرنده ظاهر بشود که تنها میتواند او باشد این شماره تلفن را فقط به حدود 20 نفر دادم که قسم خوردند هرگز آن را به کس دیگری ندهند اما شماره ناشناسی در کار نیست. تمامش شماره تلفن دوستان یا همکاران خیلی نزدیک است. حتما میخواهند بدانند چه شده. میخواهند کمک کنند. چطور کمک کنند؟ میخواهند بپرسند چیزی لازم دارم یا نه. تلفن مدام زنگ میزند. باید جواب بدهم؟ باید با بعضی از اینها روبه رو بشوم؟ تصمیم میگیرم تا وقتی دقیقا نفهمیدم چه اتفاقی دارد میافتد تنها بمانم. به هتل بریسول می رسم. اعتقاد دارد که این هتل از معدود هتل های پاریس است که در آن با مشتری ها، مثل مهمان رفتار می کنند نه بی خانمان دنبال سرپناه. رفتارشان با من مثل مسافرهای درجه یک است. جلوی یک ساعت زیبا میزی انتخاب می کنم. به پیانو گوش می دهم. به باغ بیرون نگاه می کنم. باید کاربردی فکر کنم. باید تمام راه ها را بسنجم. زندگی ادامه دارد. من نه اولین و نه آخرین مردی هستم که زنش ترکش کرده. اما آیا این اتفاق باید در یک روز آفتابی می افتاد که مردم در خیابان شاد و بچه ها خوشند و اولین نشانه های بهار ظاهر شده؟ روزی که آفتاب میتابد و ماشین ها به خط عابر پیاده احترام میگذارند، دستمالی برمیدارم. باید این افکار را از ذهنم بیرون بیاورم و به این تکه کاغذ منتقل کنم. باید احساساتی بودن را کنار بگذارم و ببینم چه باید کرد. الف فرض کنیم واقعاً قضیه ی آدم رو مطرح باشد. اگر اینطور باشد زندگیش الان در خطر است. من شوهرش هستم. باید همیشه کنارش باشم. باید زمین و آسمان را به هم بریزم و پیدایش کنم. پاسخ به این احتمال. گذرنامه اش را برداشته. پلیس خبر ندارد اما من میدانم که او چند وسیله شخصی هم برداشته. و همینطور کیفی پر از تمثال قدیسان هامی هر وقت به کشورهای دیگر سفر می کرد، این کیف را با خودش می برد. پولش را هم از بانک بیرون کشیده نتیجه خودش را برای رفتن آماده می کرد. ب فرض کنیم قولی را باور کرده که در واقع یک دام بوده پاسخ بارها با موقعیتهای خطرناک مواجه شده بخشی از کارش است اما همیشه از قبل به من خبر میداد چرا که من تنها کسی بودم که کاملا به او اعتماد داشت به من می گفت کجا می رود. با کی در ارتباط است؟ هرچند برای اینکه مرا درگیر خطر نکند اغلب اسم مستعار آن شخص را می گفت. و می گفت اگر تا فلان موقع به خانه برنگردد چه باید بکنم؟ نتیجه قرار نبوده با یکی از منابع خبریش ملاقات کند. فرض کنیم قرار بوده با مرد دیگری ملاقات کند پاسخ جوابی ندارم در میان تمام این فرض ها فقط همین معقول به نظر میرسد باورم نمی شود. باورم نمی شود که همین طوری برود و دست کم دلیلش را به من نگوید من و استر که به خودمان میبالیدیم که در کنار هم با مشکلات زندگی روبرو میشویم رنج میبریم اما هرگز به هم دروغ نمیگوییم میدانم بعد از آشنایی با آن میخائیل خیلی عوض شد اما آیا به خاطرش باید ازدواج ده سالهمان را به هم بزند حتی اگر با او رابطه داشته حتی اگر عاشقش شده نباید قبل از رفتن به دنبال یک ماجرای بی برگشت تمام لحظاتی را که با هم گذرانده ایم تمام چیزهایی را که با هم به دست آورده ایم بگذارد در یک کفه ترازو و او را در کفه دیگر هر وقت دلش میخواست میتوانست به سفر برود کنار مردها زندگی میکرد حتی کنار سربازهایی که مدتها بود زن ندیده بودند هرگز چیزی از او نمیپرسیدم او هم چیزی به من نمیگفت هر دو آزاد بودیم و به این موضوع میبالیدیم اما استر ناپدید شد و فقط برای من نشانه های مرعی مشخصی به جا گذاشته بود. انگار میخواست پیامی نهانی به من برساند. دارم ترکت میکنم. اما چرا؟ به زحمتش میارزد به این سوال جواب بدهم؟ نه. چرا که جواب این سوال بی لیاقتی خودم است لیاقتش را نداشتم تا زنی را که دوست داشتم کنار خودم نگه دارم به زحمتش می ارزد دنبالش بروم و مجابش کنم برگردد التماس کنم استقاسه کنم که به زندگی زناشویی من فرصت دیگری بدهد احمقانه است. بهتر است رنج بکشم. همانطور که قبلا وقتی عزیزان دیگرم ترکم کردند رنج کشیدم. بهتر است زخم هایم را بلیسم همانطور که قبلا لیسیدم. مدتی در فکر او میمانم. آدم تلخی میشوم و دوستهایم را آزار میدهم. چرا که بعد از رفتن زنم موضوع دیگری ندارم. سعی می کنم تمام این جریان را توجیه کنم. روزها و شبها. هر لحظه ای را که کنارش گذراندم مرور می کنم. سرانجام به این نتیجه می رسم که او به من بد کرد. منی که همیشه میخواستم بهتر باشم و بهتر رفتار کنم. زنان دیگری پیدا میکنم. در خیابان که راه میروم هر لحظه ممکن است به شخصی بر بخورم که شاید او باشد. رنج روز و شب شب و روز این واس شاید هفته ها ماه ها یا شاید بیشتر از یک سال طول بکشد تا اینکه روزی متوجه می شوم که به چیز دیگری فکر می کنم و پی میبرم که دوران سخت گذشته قلبم زخم برداشته اما خوب شده و دوباره می توانم زیبایی زندگی را ببینم. قبلا همین اتفاق افتاده باز هم همین است. مطمئن نه. یکی که می رود معنیش این است که یکی دیگر می آید. عشق را دوباره پیدا می لحظه تصویر وضع تازم را مرور میکنم مجرد و میلیونرم می توانم در روز روشن با هر کس دلم میخواهد بیرون بروم می توانم در جشن هایی که این همه سال از خودم دریغ کردم شرکت کنم خبر به سرعت می پیچد و به زودی زنهای زیادی در خانم را میزنند. جوان یا جوان نما ثروتمند یا ثروتمند نما باهوش یا کسانی که صرفا یاد گرفتند حرفهایی را بزنند که فکر می کنند من دوست دارم بشنوم. دلم میخواهد باور کنم که آزادی دلپذیر است. دوباره آزادم. آماده برای یافتن عشق حقیقی زندگیم. کسی که منتظرم است و هرگز نمیگذارد دوباره در این وضعیت خفتبار بار قرار بگیرم. شکلاتم را تمام می کنم. نگاهی به ساعت می اندازم. می دانم هنوز برای احساس دلپذیر عضویت دوباره در جامعه انسانی زود است. چند لحظه خیال پردازی می کنم. استر از آن در وارد می شود. روی آن قالی های زیبای ایرانی قدم میگذارد و پیش میآید. چیزی نمیگوید کنارم مینشیند سیگاری می کشد. به باخچه داخل تالار نگاه می کند و دستم را می گیرد. نیم ساعت می گذرد. نیم ساعت داستان خود آفریدم را باور می کنم. تا اینکه میفهمم فقط هزیان دیگری بوده است. تصمیم میگیرم به خانه برنگردم. به طرف میز پذیرش میروم، تقاضا میکنم یک اتاق، یک مسواک و یک دیودورانت به من بدهند. هتل پر است، اما مدیر هتل ترتیب کار را میدهد. سر از سویت زیبایی با پنجره روبه برج ایفل در می آورم. با ایوانی مشرف به سقف خانه های پاریسی. کم کم چراغ خانه ها روشن می شود. خانواده ها برای شام یک شنبه دور هم جمع می شود و همان احساسم هم در خیابان شانزلیزه لیزه بر می هرچه اطرافم زیباتر می شود بیشتر احساس بدبختی می کنم. حوصله تلویزیون را ندارم. شام هم نمی خورم. در ایوان می نشینم و گذشتم را مرور می کنم. جوانی که دوست داشت نویسنده مشهوری بشود و ناگهان خود را با واقعیتی کاملا متفاوت روبرو دید. به زبانی مینوشت که در دنیا خواننده نداشت. در کشوری که میگفتند گفتند کتاب خان ندارد. خانوادهش مجبورش کردند به دانشگاه برود. پسرم، اگر مدرکت را بگیری، همه درها به رویت باز می شود. اگر نروی، هیچ وقت برای خودت کسی نمی شود. جوان تغیان کرد. در دوران هیپیگری دور دنیا را گشت. با ترانه خانی آشنا شد چند ترانه نوشت و ناگهان در آمدش بیشتر از برادرش شد که به حرف پدر و مادرش گوش داد و تصمیم گرفت مهندس شیمی بشود باز هم ترانه می نویسم ترانه خان همینطور موفق تر می شود چند آپارتمان می خرم با دوست ترانه خانم دعوایم می شود اما آنقدر پول دارم که بدون کار چند سال آینده را بگذرانم. برای بار اول ازدواج می کنم. با زنی بزرگتر از خودم. خیلی چیزها را از او یاد می گیرم. اشقبازی، رانندگی، زبان انگلیسی، تا دیر وقت خوابیدن، اما آخرش از هم جدا می شبید. چون به نظر او تو از نظر عاطفی نابالغی. چشمت فقط دنبال دخترهایی است که سینه بزرگ دارند. برای بار دوم و سوم ازدواج می کنم. با کسانی که فکر می کنم به من ثبات عاطفی می دهند. این ثبات را به من می دهند. اما بعد پی میبرم که این صبات آرمانی خیلی کسل کننده است. دو طلاق دیگر دوباره آزادی اما فقط یک خیال است. آزادی همان بی تعهدی نیست. آزادی توانایی انتخاب و تعهد به آن انتخاب است. به این جستجوی عشقی و نیز به ترانه نویسی ادامه میدهم وقتی میپرسند چه کارم میگویم نویسندم. وقتی میگویند فقط ترانه هایم را میشناسند میگویم این فقط بخشی از کار من است وقتی عذر میخواهند و میگویند کتابی از من نخواندند توضیح می دهم که مشغول کار بر یک پروژه که البته دروغ است در واقع پول دارم روابط کافی دارم چیزی که ندارم شجاعت نوشتن یک کتاب است رویایم ناممکن عذاب در آمد. اگر سعی بکنم و شکست بخورم نمیدانم بقیه زندگیم را چطور بگذرانم؟ پس بهتر است با خیال این رویا زندگی کنم تا با این احتمال روبرو شوم که ممکن است رویایم اشتباه باشد؟ روزی دختر خبرنگاری با من مصاحبه می کند؟ میگوید معمولا فقط تران خان در رسانه ها ظاهر می شود و میپرسد نظرم چیست که کارم را در سراسر کشور میشناسند اما هیچ کس خودم را نمیشناسد زیبا و باهوش و آرام است در یک مهمانی فارغ از فشار کار دوباره همدیگر را میبینیم موفق میشوم همان شب او را اقوا کنم عاشق شدم. اما او فکر می کند تمام ماجرا حاصل مصرف مواد بوده. به او تلفن می کنم. همیشه میگوید گرفتار است. هرچه بیشتر مرا پس میزند بیشتر به او علاقه میشوم می شود. و سرانجام راضیش می کنم تعطیلات آخر هفته را در خانه ییلاقی من بگذراند. هرچند گوسفند سیاه خانواده بودم اما شورش گاهی مزایایی هم دارد. در میان دوستانم تنها کسی هستم که در آن سن و سال توانسته یک خانه ییلاقی بخرد. سه روز از تمام دنیا دور میمانی دریا را نگاه می‌کنی، برایش آشپزی میکنم او از ماجراهای کارش میگوید و کم کم عاشق من میشود به شهر برمیگردیم معمولا در آپارتمان من میخوابی یک روز صبح خیلی زود بیرون می رود و با ماشین تحریرش بر می گردد. از آن روز به بعد بیان که چیزی بگوییم خانه من خانه او هم می شود. همان مشکلات با زنهای قبلی از سر گرفته می شود. مثل همیشه آنها دنبال صبات و تعهدند و من، در پی ماجراجویی و ناشناخته ها. هرچند این بار رابطه امان بیشتر طول می کشد اما دو سال بعد به نظرم می رسد که دیگر وقتش است استر ماشین تحریر و تمام وسایلی را که با خودش آورده دوباره برگرداند به خانه خودش. پایان قسمت 8